دو مرد از ناحیه سر مجروح شدند و به سرعت به بیمارستان میدانی منتقل میشوند. ما با آنها همراه میشویم. شراحات آنها به قدری وحشتناک بود که قابل پخش نیست. پزشکان هم نتوانستند کاری بکنند. روز بعد آن دو را به خاک سپردند. همان روز که یک کودک 13 ساله هم در شهر به قتل رسید. هومس بی‌دلیل لقب قلب انقلاب را کسب نکرده، چون که بهای زیادی هم داده است. قیام سوریه تا کنون 3000 کشته داده که بسیاری میگویند رقم واقعی بیشتر است. نیمی از کشته شدگان از اهالی شهر هومس هستند. برای نجات مجروحان تلاش میکنند آنها را به مرز لبنان در 30 کیلومتری هومس برسانند. آنجا من با خالد 28 ساله صحبت کردم. روز جمعه بود که تظاهرات کردیم و نیروهای امنیتی به ما شلیک کردند. مردم تونستن منو مخفیانه بیمارستان صحرایی برسونن. اونجا منو معالجه فوری کردن که نجاتم دادن، ولی نیروهای امنیتی به بیمارستان حمله کردن و میگفتن که میخوان مجروحا رو بکشن. بعد من از در پشت قاچاقی بیرون بردن و به اینجا آوردن. لبنانی های سمپاس مردم سوریه در شهرها و روستاهای مرزی خانه ها و اتاق های خالی را در اختیار مجروحین، جدا شدگان از ارتش و مخفی شدگان قرار می دهند. گفته می شود ده ها هزار جدا شده از ارتش می توانند یک ارتش دیگر به نام ارتش آزاد سوریه را تشکیل دهند. عامل یکی از نیروهای جدا شده از ارتش است که حاضر نشد به مردم شلیک کند. ارتش آزاد سوریه از نفراتی مثل من تشکیل شده. همونطور که میدونید یک ارتش واقعی نیست. ارتش آزاد سوریه از دسته های مختلف تشکیل شده که تو همه شهرهای سوریه هستن و تلاش میکنن که از تظاهرات کننده ها حفاظت کنن تا توی خیابونا کشته نشن. اگر ارتش آزاد سوریه نبود، مردم رو تو خیابونا مثل چهارپا می کشتن. در لبنان پیدا کردن سلاح کار سختی نیست، ولی این قاچاقچی به من نشان می دهد که قفسه های سلاحش تقریبا خالی است. او سلاحایش رو از سراسر جهان وارد می کند. طی هفته های اخیر قیمت یک قبضه کلاشینکوف دو برابر شده و از $1000 به $2000 رسیده. سوال این است که چه کسی آنها را می‌خرد؟ سنی‌ها و اسلام‌گراها اونها رو می‌خرند و از مرز شمال به سوریه می‌برند. خیلی از اونها مصادره میشن، ولی با حجم سلاحی که ما به سوریه می‌فرستیم مطمئنم که یک جنگ داخلی راه می‌افته. وقتی که تظاهرات در شهر رستن در 15 کیلومتری هومس شروع شد، یک گروه از جدا شدگان ارتش، اعضای ارتش آزاد سوریه، قول دادن از تظاهرات کنندگان حفاظت کنند. آنها یک هفته در برابر نیروهای دولتی قبل از اینکه ارتش سوریه انقلابیون را سرکوب کند مقاومت کردند. یک شایعه وجود دارد که باقی ماندگان این ارتش بعد از تجدید سازماندهی خود میخواهند از هومس حفاظت کنند. این اقدامی است که انقلابیون هومس از آن استقبال میکنند. الان ما دو جریان داریم که همزمان با هم جلو میرن: تظاهرات های صلح آمیز و عملیات های ارتش آزاد سوریه. و وظیفه پایه‌ای هر ارتشی در جهان اینه که از مردم دفاع کنه. ما پیروز میشیم. من پیروزی رو تو نگاه بچه‌ها، خانم‌ها، پیرها، جوان‌هایی که هر روز تظاهرات میکنن میبینم. ما موفق میشیم. من مطمئنم. آنها باز هم در هومس با شجاعت و امید و تجربه 7 ماه خود تظاهرات میکنند. یکی از تظاهر کنندگان به من گفت: ما باز هم به بشار اسد میگوییم که باید برود، حتی اگر آخرین نفر ما را هم بکشد.